بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابا. تقدیم سلام و تمنیات نیک خدمت هموطنان گرامی و عزیز خود در سرتاسر دنیا. خیلی خوشحال هستیم که باز هم در حضور شما عزیزان قرار داریم. خوشحال هستیم از تماس ها و روابط شما که طی هفته ها به برنامه خودتان برنامه اسرار معرفت پیام ها میگذارین، از برنامه ها تقدیر میکنین. البته دوستانی که در برنامه سهم میگیرن با زحمات زیاد مطالب زیاد میخوان یک چیزی در خور جامعه بتن تا یک اندازه در رشد فکری جامعه مفید و مؤثر واقع شده باشند. امیدوار هستم با دیدن برنامه ها به یوتیوب هم مراجعه بکنین. برنامه ها بعد از تلویزیون به یوتیوب میره و دوستان میتونن برنامه ها رو اونجا دنبال بکنن. برنامه امروزی ما متفاوت از روال عادی برنامه های اسرار معرفت بخش تفکر در کانادا است. در این برنامه میپیچیم بالای یک بحث تاریخی، بحثی که به سرنوشت افغانستان و مردم افغانستان گره بسیار عمیق و اهم داره. البته این برمیگرده به 28 قوس. 28 قوس 1352، ماهی که در اون ماه شخصیت های بزرگ جامعه افغانستان و سر توطئه های بزرگ استعماری جهان متاسفانه از جامعه منزوی شدند و به زندان ها و به تاریکی های محابس راه سپار شدند. در این بحث به 28 قوس توجه میکنیم و چیزهای جالب در این مورد و این تاریخ مهم کشور با شما در میان خواهیم گذاشت. لطفا تا آخر برنامه با ما باشین. در این برنامه دوستای گرامی و عزیز خود را با خود داریم، جناب محترم انجینیر صاحب جاهد، جناب محترم دکتر صاحب امین و جناب محترم استاد محمد طاهر صابر در این برنامه با ما و شما بحث ها و صحبت های خواهند داشت. امیدوار هستم تا آخر برنامه را دنبال بکنین و نظریات و پیشنهاداتان را نیز در اخیر با ما میتونین شریک بسازین. بحث خود را آغاز میکنیم با جناب انجینیر صاحب جاهد و سوال تاریخی را از ایشان میپرسیم. در قدم اول جناب جاهد صاحب به برنامه بسیار خوش آمدید. ما میخواییم سوال از اینجا آغاز بکنم که در سال 1352 در افغانستان یک تحول بزرگ، تغییر نظام شاهی به نظام جمهوری صورت گرفت. اکثر مردم خوشبین بودند که یک نظام مستبد و یک نظام مردمی تبدیل شد. اما بدبختانه در ماهای اول تحول در افغانستان دیده شد که او آرزوها و آرمانهایی که مردم داشتن تحقق نیافت و عملی نشد. شما اگر لطف بکنین بگوین که چی انگیزه ها باعث شد این شخصیت های ملی و برجسته که در اون زمان برای مردم میخواستن واقعا آزادی و حقوق و عدالت را به مردم ارمغان بیارن و ایجاد بکنن، اینا با
با نظام یا با سیستم به اصطلاح متاسفانه برابر نامدن و اینا مورد هدف، مورد زندان شدن و مورد بعضن شکنجه ها هم قرار گرفتن. اگر شما چشم دید تاریخی تا نرزو زمان از سال 52 با ما و بیننده عزیز شریک بسازین خیلی جالب خواهد بود. تشکر منان. بسم الله الرحمن الرحیم. Да, дира джалива пуштана да. Кога че тоа си дага пуштана ма тракави, ај не ага са на дима пиядра, че муж зиндан та улав. Ценга тлис рагу, китапхана и хамла вакла, я гали вуку. Има у нас е везани китапхана, ва дипу лихшти джума цангта. Ценга чула саре де гаджа на джема кру, ца тарихи сияси китабу на чу. Чула ра джараи че пи гаки Хазрат Мауназа Маазам سپتی و معلم و مربی یا سیاست مدار را تجای کردیو در طول لغج راوکس و موش هم زندان تولار اگه سانه از وزده چوینام لکش در وزده پیغه سانه که چه سنگ پیزنوی که موش راکتا که اولو پجیب که که نو در لغجیو بیال تا چه مولانا سه معظم یا دیگه یاران سنگ اونی ورسو بیا مابس تولار که مابس کسه تیرسو ار طول سانه لکه چه اینان زوز پیغه حالی که قرار برم خو زم اخیل دینه چه بدیه که پایسلا وکم یا قضاوت وکم چی پلانه ی نظام یادیشی و یادیشی و یو چو پشتن دیسی مطرح کن چه یا دغا نظامون که پا هر بنا و پا افغانستان که و هر دعوی لرد ایا دیدی سیاستوالو یا سیاست مدارانو دی پیروی نتیجه چو دی میشه ملت رو پارو میشه ملت چو دستاور لری سیاسی سناتی یا پرهنگی مسئله ایا کم دستاور دردادل دوم دا چې د موږ په ملت کې اې د مطبوعاتو ازادي وجود درلود په ټول د تاریخ کې درېم دا چې موږ څومره په اصطلاح سیاست پوهانو علما دانشمندانو تلفات ورکړي برالله چې په میلیونو تنه ملت ځپل شوی دی ازبندي خرڅ شوی دی وزل شوی دی څومره علما دانشمندانو موږ تلفات ورکړي دغه پوښتنه ده چې سړی کله له ځانه وکړي خپله د دغو رژیمونو ماهیت سړي ته معلومېږي نو زه مخکې له دې نه چې په دې باندې قضاوت کوم د خپل ځان له طرفه ما دلته یو تعداد مواد له ځان سره راخیستې دي چې هغه د افغانستان د ډېرو عمده سیاستمدارانو له نظره د داود رژیم تجزیه او تحلیل شوی ده غواړم په هغه باندې خبرې وکړم اول په اوله قدمه کې د سلطنتي نظام باندې چه دا چه یو دکتاتور و ظالم نظام بوده افغانستان دیده و سنوی طول حالات و مسئول ده پیغه بنده دانشمندان دیسی نظر داری بسم الله الرحمن الرحیم دوران سلطنت خاندان نادری در دور سلطنت خانواده نادر خان محمد ولی خان دروازی غلام نبی خان و جیلانی خان چرخی جنرال شیر محمد خان محمد مهدی خان چنداولی فخر محمد خان جنرال پینین بیگ خان، مرزا محمد اکبر خان، عبدالطیب کوهاتی، محمد نعیم خان، اسا خان قلعه سپیدی، تازه گل خان لوگری، سلطان محمد خان مراد خادینی، محمد حکیم خان چارده یوال، احمد شاه خان کندک میشر، دوست محمد خان غنده میشر، سید محمد خان کندک میشر، عبدالرحمن خان لودین، و تاج محمد خان لودین بلوچ و دهاتن دیگر را بدون علت و جرم از خانهایشان احضار و بدون حکم کدام محکمه شرعی یا عرفی و نظامی پورن یدان نمده دا دیدی خلقو دقا یو تنها دانه چه وزی حضرت مولانا صاحب فیضانی پیسه که دا قصاوت که و یا دقا زنور دانشمندان چپیقه و که زندان تورو دا عمومی ریوال دیک بس رازم دی داود خان دی صدارت دوره یا داود خان شخصی سنگ عرضی عبدالکی دا کسان دوران صدارت محمد داود خان با به قدرت رسیدن داود خان در سپتامبر سال 1953 جناح از خانواده شاهی به صحنه آمد که سعی داشت تا به وسیله سرکوب کردن خشونت امیز جنبش های رهایی بخش کشور فضای اختناقآور دوران حاکمیت نخست وزیری هاشم خان در که در از 1930 تا 1947 را یاده نماید داود خان خواستن که به شکلی یک شیوه دیگه همین تمام نوزاتا را سرکوب کنه مثل دوره هاشم خان داود خان یک سیاست مدار خودکامه بود که حاکمیت ناشی از طرف فکر مستبدانش ارزیابی نادرست
نادرستی و از تحولات سیاسی در درون کشور و سیاست خارجی مملو از اشتباهات رهبردی و بالاخره سرزمین هندوکش را به صورت معاصری به تباهی کشان. داود هیچ انتقاد را تحمل نمی کرد. این شخصیت داود ترکنسیم. او اشکارا سیاست ماوکیالیستی را یعنی از هر وسیله به قدرت رسیدن و قدرت تحکیم کردن را تعقیب میکرد. این همی سیاستش بود. به همین گناه عملکردهای سیاسی متاثر از تبارسالاری خاص خودی بود. و این امرانیز پنهان نمی داشت. او کاملا خود مرکز بود. او بداوری هاش بیش از اندازه به هم می داد و در مسائل مورد بس در آخر امر به تنهایی تصمیم می گرد. این تصمیم یعنی به خودکانگی می گرد هرچی که دلش می خواست. باقای صدارت داود خان خانواده سلطنتی آزادی های محدود دموکراتیک را از مردم پس گرفتند. اونا به خودی مردم قضاوت کنه که او یک شخصیت دموکراتیک بود. همزمان با استعفای شاه محمود خان در سپتامبر 1953 سردار محمد داود برادرزادهش به جای او می نشاند. آزادی مطبوعات سلب شده بود. جرائد آزاد و مطبعه های خصوصی که در واقع ماشین های گستنر بودن مصادره شد. حکومت دوباره در انتخابات شورا مداخله کرد و شماری از روشنفکران و ژورنالیست های آزاد خواه به زندان افتاد. این در وقت صدارت امریکا را کرد. از برخی تحلیلگران و پالان سیاسی آن دوره به این باورند که سردار داود و برادر سردار محمد امین خان که پرد شماره سیوم حرم قدرت شناخته می شد اصلا مخالف دموکراسی بودند. زندان رفتن عبدالمالک خان وزیر مالیه اول چی که عبدالمالک خان شخصیت بسیار وطن پرست و وطن دوست ملی عالم و دانشمند در بخش اقتصاد بود، هم وزیر مالیه بود هم وزیر اقتصاد بود. این را پیش از که ما فرمانش بخوانم سریع تافه زد که تو از روزی که آمدی در وزارت مالیه رشوت خوری مامورین بسیار زیاد رشوت خور شده و او را با کودتا متهم کرد. نه تنها در وقت جمهوریتی کار کرد، در او وقت هم این تافه را و نمو را با کودتا متهم کرد و او را به زندان برد. و او چه میگه اظهارات عبدالرحیم زید در این باره؟ نتیجه چند ساله مسایی شبان روزی ما را یکی از افراد حاکمانیش چند سرنوشت ما را تغییر داد. اما چون قدرت حقی در دست توانای ذات دیگر است، انشاءالله سخن حق و باطل معلوم شده، حق بجایش قرار خواهد گرفت. من که با سابقه خود میبینم خورترین تأثیر در آن به دلم را ندارد. میگوین حساب پاک راه چی پاک. اونم داود خان اینمی نتیجه عمل کرد خواهی خودشان بود که بدون از اینکه با از کسی مشوره بگیره این کار میکرد خود و خاندان خودم تباه کرد. در اخیر برم خب کودتای 52 را اینطور ارزیابی میکنم. کودتای داود خان پیامد یک رشته از حوادث ناگوار تصادفی نبوده. تصادفی نشده بلکه برعکس این کودتا ثمره مشخص یک راهبرد دقیق و درازمدت در رابطه بود که آغاز آن به سالهای دههای 50 میلادی برمیگردد. نویسنده دکتر سید موسی صمیم که این از همون وقت این پلاو برنامه داشت. سردار محمد داود خان نخستین رئیس جمهور افغانستان در 26 سرطان سال 52 شمسی ساعت 7 صبح مهدی ظفر نطاق حضور داود خان را در استودیوی رادیو کابل اعلام کرد. محمد داود خان لب نظام شاهی را در افغانستان اعلام و همزمان مژده استقرار نظام جمهوری را می دهد. خیر خود داد، یعنی قضاوت مردمش با وجود مباحثات جدال برانگیز در باره پیامت های تصاحب قدرت عملیات نظامی و جزیات برنامه های این کودتا اشکار و بیتردید با طرز فکر استبدادی یک سیاستمدار بلند پرواز افغانستان هم فعال. داود چگونه قدرتش را مشروعیت بخشید؟ داود خان تصاحب قدرت را به واسطه کودتا کن را انقلاب میخوان در رابطه با تحول پاجعه آمیز کشور توجیه میکرد. اما واقعیت این است که قبل از آغاز پاجعه ها او با شدت همراه با نیروهای سیاسی خاصی در این راستا با دقت به زمین چینی پرداخته بود. نیروهای سیاسی که قسمان از روی ابن الوقتی به اطاعت
از داوود خان تن داده بودن و نیز در نگاه باور سیاسی با اضمحلال نظام شاهی علاقمند بود. اختلاف برنامه های داوود خان به عملکرد سیاسی بود. خب چه وعده می داد و چه نوع تضادش به عملکرد بود؟ وعده و ایتهای داوود خان به منحل کردن پارلمان از نگاه دموکراتیک مشروع و منع مطبوعات آزاد انجامید. او دعوی جمهوریت کرد، مگر پارلمان مزبین بود، آزادی مطبوعات هم سر کرد. او با بیرحمی به سرکوبی دیگر اندیشان پرداخت. یکی مولانا صاحب نی با بسیار با شدت و با بیرحمی مخالفین خود به سرکوبی شروع کرد. چهره معروف از حلقات دموکراتیک سیاست مداران با جهادگیری های مذهبی و ایده از شخصیت های چپ و ویژه از ردیب جنبش هایی که متعلق به ختمش مسکو نبودن قربانی سیاست های کامی داوود خان شدن. کسی که حتی همو کسانی که مثال که مسلمان هم نبودن و که با مسکو ارتباط نداشتن مخالف مسکو بود مداخله مسکو بود و را مزبین بودن. بعضی از آنها زندانی شدند و سالها در زندان ماندند و ایده نیز بدون محاکمه اعدام گردید. از بین گروه های سیاسی حزب دموکراتیک خلق خود را در خدمت حاکمیت خودکامه داوود خان قرار داد. این حزب بعد با تا خطوط کلی بیانیه داوود خان خطاب به مردم را که گویا در نوشتن آن سهم داشتند با برنامه حزبیشان همسان تلکی میکرد. میگه که از ما این بیانیه میان نارجور کرده بود. صدا کادر حزبی جوان جهت تبلیغات برای اهداف یا جهت ثبات بخشیدن به روابط سیاسی و مقام های مهم دولتی مقرر شده. خیشتی بپر داوود خان کرد. خود و فامیل خود و ملت که نبود کرد. این شخصیت ها میگه که کمونیست را تمام و قدرت سیاسی را در دشت اونا تمرکز کرد. کادر حزب دموکراتیک قلب بخصوص شاخه پرچم میخواست به دلیل نزدیکی سیاست داوود خان به اتحاد جماهیر شوروی همبستگیشان را در راستای نابودی نیروهای سیاسی مخالفشان به عنوان ابزار سیاسی در خدمت سیاست های داوود خان قرار دهد. وقتی جنا درک کرد که داوود خان با مور والی حرکت میکنه که اونم خواست کرملین سیاست بسیار کمونیسم و لینینیسم است، از این خاطر میکنه ما همکاری خود را به اونا اعلان کردم. داوود ایواز تحقق بشیدن با دها در راستای از دهای دموکراتیک نظام سرکوبگرانه تکیزبی را به وجود آورد و به این وسیله حزب سیاسی شخصی خود را به نام خرسنگ ملی تاسیس کرد و به جای مشروعیت بخشی به نظام سیاسی خود از طریق انتخابات آزاد و جمعی که زمین انتخابات آزاد برابر کند جهاد ادامه حاکمیت خود بر اساس مشروعیت بخش سنتی قدرت لوی جرگه یعنی نشست قبایل تکیه کرد. هم لوی جرگه نمیم آدم معمول شده که از نجیب همی سپاده که تکرزای و هر کدام ایشانه میره چند نفر میره و میره سر شانتیر میکنه در اینمی لوی جرگه را بود. در پایان ماه جنوری و آغاز فوریه سال 1947 به دستور داوود خان قانون اساسی از طرف لوی جرگه توشیح شد. من خودم اونجا بودم در صحنه، اون صحنه که داوود خان اونجا میره تو که با یک شاد با یک شاد خدا چی میکرد که ما قدرت را میکرد نه خدا چی زایر نیتر را نمود میکرد که اصلا ما تشنه قدرت نیشم در حال که تمام مردم این حلیم با یک شاد ما قدرت را میکرد که اونمو لوی جرگه یا را پیسله کرد. وقتی که او را پیسله کرد داوود خان به صفت رئیس جمهور قناسیر را تصویب کرد بعدا داوود خان او را امضا کرد. به این ترتیب داوود خان بر اساس قاعده معمول دولت‌های مستبد خود را رئیس جمهور مادام العمر ساخت. توسط اونم لوی جرگه پر یک رئیس جمهور دائمی ساخت. اینا را کودتای ثور باشه کرد از یک طرف. خو این از اشتباه داوود خان بود. اونا اصلا خو عموم مردم سیاست مدار بودن که با گفته لینین اینا یک اصطلاح داشتن که یک قدم پیش و دو قدم پس که بخاطر تک تک خودم بخاطر رضایت مهدف از هر تاکتیک استفاده شد. داوود خان آوردم با قدرت و زمان به توسط داوود در نهاد های وردو و معرف را پیدا کرد. بعدا اونا شخصیت های بودن اون کسانی بودن که داوود خان از بین بود.
کودتای هفت سور با کودتای هفت سور سال 1987 حاکمیت سردار محمد داود و سردار محمد نعیم خان خاتمه یافت و این دو برادر که افغانستان را به مساوی مالکیت شخصیشان میپنداشتند و سرنوشت مردم را به خودکامگی تعیین میکردند به این وسیله به حاکمیت 37 ساله خاندان محمدزایی پایان داده شد. این نقطه جالب بود که ما از یوتیوب گرم که میان نظرات مردم و امی که خودم در صحنه بودم اینا در این صحنه تعرض که شد مهندوال آوردم در اول هم دستر مهندوال و با امی که با خود کامگی داود خان در وقت صدارت مخالف بود و میخواست که از شوره صدا گرفتن نشد بلکه میخواست که از ایالات متحده امریکا یک کار شد این اون طرح اکسازده مسئل بود که داود خان امرای اونا تازه داشتن با اول قدیمه را از بین برد و بعدا شخصیت مولانا صاحب پیزانی اونو که شناخته بود سریع حمله کرد امی خود حمله کردن سریع وجودی حضرت مولانا صاحب پیزانی و پیروایی که او را که به زنده می برای سرمایندوار این خود نشانده امی امروز که اینا مطرح بودن امی مردم شناخته بودن در مبارزه بودن در میدان بودن سریع حمله میکنن و ما یک صحنه را بگوین که مولانا صاحب وقتی که داود خان آمد افزار چون بسیار خراب شد مولانا صاحب به همین خاطر که نمیخواست برای می کمونیست های پیتنگر یک سند پیدا شد در کتابخانه توسط رادیوسپیکر صحبت میکرد قبل از بعد هم رادیوسپیکر که کتابخانه زیر سانسور گرفته شد اون نفره را بلی باقون مهمی از ماموریت و زره داخل هم یا عملا بعد مولانا صاحب معظم این صحبت به خانه انتقال کرد اونجا صحبت میکرد مگر در اونجا یک دیده افراد نشناخته می آمدن از طرف شنکیونا در روز شرکت میکرد پیش از این تریونا هم نشو تمام جریانات هر روز شاگردش از اردو می آمدن که امروز یه پرپاگان نشد یه پرپاگان یک روز دیگه سایخ صاحب آمد و ما سی نفر اوجا جوان بودیم انجینر محمد یوز و مامور صاحب زهیر که در بنایی کار میکرد ولی ما گفتن که پرچمیه میایه سر کتابخانه حمله میکنه شما باید اونجا باشید و همونجا در کتابخانه رو بودم که تقریبا 3 روز یا 4 روز تیر نشده بود که از طرف شام اوای بسیار یخ امو فضا را کل ما میبینم و دیست که چطور می داره مثل که یک باند کرور و دوست حمله میکنه و نموجا امدم بس کتابخانه را تلاشی قرار گرفت نی یک جریده من مولانا صاحب بسیار جریده های مساوات از میوندوار از افغان ملت حتی از دیگه جریانه جمع کرده کسیشت های تبلیغی داشت بسیار کتاب های بودن که از ایران و از هر جای آورده بودن کتاب های سیاسی ایرا اونا آمدن بوجه ها را پر کردن و ما سیتان را هم امرای این بوجه ها یک جای شدن و آوردن او مولانا صاحب و شاگردانش از دیگه جا گرفته بودن بعدن که با محبس بردن و در محبس چی تیر شد چنو شکنجه بود خصوصا مولانا صاحب و اصلا و یارانی او را چطور شکنجه میکردن و جریانات است که بعدن اگر پشتر بود من در خیلی چیزم از همین خاطر که این رژه میده بودن گرچه خودش هرچی امرای خود داشت ما کردم با ظاهر امر زمینه را طوری برابر کرد که کمونیسا از امی آب خرد کنه و مایی بگره بنابه پی اونا شد و زمینه عملی کاملی کمونیسا و کمونیم در افغانستان شرایط چه برابر کردن این بود امو جریان چشمی دیدی خود ما که گرچه جریانات بسیار دلازه که در اونجا چی نمی در چند لحظه معرفی شد ما چون در صحنه بودن تمام جریان که در معبود در جای گذاشتن او را و چشم خود دیدیم هیچ با هیچ کس چه نیست که ضرورت به مطالعه تاریخ نداریم چون شما تا اونجا بودین خاطر از همین خاطر اون جریانات پیش ما هستن و اشتباهاتی که داود خان کرد و اشتباهات خودشان و خانواده خودم به صدا از بین بله نتیجه اشتباهشان بالاخره به ضرر خودشان تمام شد تمام ملت هم به سر نمیشد امروزی مواجه شد خیلی ممنون تشکر جایز صحبتایتان دلچسب است خصوصا چون شما واقعیت روز و اونجا را بسلا در ذهن خود دارین و با ما شریک ساختین با هموطنان عزیز ما برمیگردیم به سوال بعدی به شما هم
دوباره برمیگرده. بینندگان عزیز و گرامی، برمیگردیم به سوال دوم خود که پاسخی سوال از جناب محترم دکتر امین خواهش خواهیم کرد که با ما شما در میان بگذارن. و پیش از همه جناب دکتر سبب به برنامه خوش آمدید میگیم. بسیار خوش آمدین، صفا آوردین. جناب دکتر سبب امین، اگر لطف کنین یک اشاره کنین که خطوط فکری علامه فیضانی رحمت الله علیه که بارت از مکتب توحید است یا در قالب مکتب توحید انسجام یافته، بر کدام فلسفه استوار است؟ و در پالوش یک تفاوت این فلسفه مکتب توحید را با فلسفه های کهن و فلسفه های معاصر هم یک اندازه ارزیابی بکنیم که تفاوت هایشان و مشابهت هایشان در چی است. و در قدم اول اگر بگوین که با کدام فلسفه خود فکر و مکتب علامه استوار است؟ چون مکاتب فکری فلسفه و عرفا به صورت عموم تراشات فکری یا قیاسات فکری خود اونا هستن، یک سلسله شباهت ها و تفاوت های میان عرفان و فلسفه وجود داره که امیر کمک متمایز می سازم. شباهت هایی که هست در فلسفه و عرفانی است که فلسفه هم یک بخش داره به نام فلسفه دین، the philosophy of religion، و همچنان مطالعه جهان هستی، مطالعه انسان یا انسان شناسی یک بخش از مهم از فلسفه جهان غرب است. عرفان همچنان، عرفان اسلامی که برگرفته از قرآن زمشان یا مغز و یا عمق معانی قرآن زمشان است، در رابطه به مسئله خداشناسی، انسان شناسی یا نوع مسئله خودشناسی و جهان شناسی بحثایی دارم. و تفاوت دیگه که وجود داره میان فلسفه و عرفانی است که افکار و اندیشه های فیلسوف بر اساس تراشات فکری خودش و قیاسات خودش استوار است، در حالی که اندیشه های عرفا به صورت عموم اگر ما شما از حضرت امام غزالی گرفته تا علامه فیضانی مطالعه میکنیم برگرفته از وحی الهی یا قرآن زمشان و سنت نبوی است. و در فلسفه کهن و جدید وسایل درک و معرفت در این جهان امو حواس پنجگانه و عقل است یا خرد انسانی، اما در عرفان وسایل درک و معرفت از نه تنها عقل بلکه روح و قلب هم است که اینا کلش بحثای جداگانه داره که وقت ما کافی نیست در برنامه که سر زوم مسائل بپیچیم. یعنی فیلسوف به صورت عموم بیشتر به ظاهر یا بعد ظاهری جهان و انسان نظر داره. در بعد معنوی یک فلسفه داره به نام فلسفه ذهن، و همچنان مسئله روانشناسی است که او هم در رابطه با مسئله معنویات انسان بحثایی داره. اما عارف نه تنها بر ظاهر بلکه بر باطن جهان و انسان هم نظر داره. چرا ما وقتی که نظریات مولانا بلخی را مطالعه میکنیم، او در مثال از بهار و خزان و زمستان اینا مسئله معاد را مطرح میکنه، یعنی چیز آخرت وجود داره یا مثلا انسان هم مثل همین چهار فصل در عمر خود حالت مثلا چیز داره، طفولیت داره و جوانی داره، پیری یعنی خزانی و بالاخره مرد. خلاصه علم از نظر فلسفه دو نوع است، یکی علم الابدان است یعنی علمی که مربوط بدن میشه، و دیگر علم الادیان است یعنی علوم دینی است. و امی اردور علامه فیضانی نظر به ترمینولوژی یا اصطلاحات خود مکتبش علم معاش و علم معاد خوانده. علم معاش یعنی علم الابدان، معاش یعنی معیشت یا زندگانی، که تمام علومی که کیمیا، ساینس، فیزیک، بیولوژی، سینیاسی ها به درد جسم انسان میخوره یا به درد نفس انسان میخوره. اما علم معاد منظورش از دین است که او ارتباط میگیره به روح انسان. یعنی ما اگر از دین کناره میگیریم به این معنی که ما از پرورش روح خود، از تغذیه روح خود اغماز میکنیم یا رد میکنیم، در حقیقت نمیپذیریم که روح ما بند، در حالی که جسم انسان فانی است و روح باقی است، روح ازلی است.
لحاظا فیزینس بسیار زیاد تمرکزش سر ازی است که علم ماد را به هر شکلی که میشه باید در جامعه کاربندی شد تا انسان از این بنبست های اخلاقی دهشت و وحشت اینا برایه و اکثر جهانی را در جهان چیز کنه به وجود بیاره، به ارمغان بیاره. و اما نظریات عرفا برعکس فلسفه که گفتیم در رابطه با روح و نفس اینا فکر میکنن، ما یک مقدار در این رابطه نظریات فلسفه رو مطالعه کردم، شباهت های بسیار کم اما تفاوت های بسیار زیاد در شناخت روح و نفس وجود داره. یعنی بعض اوقات اشتباه گرفتن، همون روح و همون نفس گفتن، نفس و همون روح گفتن، در حالی که در مکتب توحید از نظر فیزینیست و همچنان دیگه عرفا کاملا متمایز است که نفس موجود دیگه معنوی است و روح یک موجود دیگه. چون نظریات عرفای ما به صورت عموم از پیام وحی منشأ میگیره، لذا همیشه همگون و همسان بوده نظریاتشان. در بین نظریات عرفا تفاوت های وجود نداره و فلسفه به یک فرد خاص تعلق نمیگیره، به این معنا که هر فردی که، یعنی یک مکتب خاص فکری نیست که ما رو پیروی کنیم و بتانیم بر انسان یک شخصیت نرمال باشیم. هر فیلسوف تراش فکری خود را در قالب یک مکتب فکری آورده. مثلا اگر کانت میخوانی، کانت نظریات خود را دارد. اگر دکارت میخوانی، دکارت نظریات خود را دارد. یا مثلا دیگر فلسفه را مثلا توماس اکویناس میخوانی، اونو نظریات خود را در رابطه به انسان و روح یا مثلا نفس یا مثلا چیز داره که تفاوت های بسیار زیاده. از او انسان چیز برداشت کرده نمیتونه که بتانه خود را بسازه یا در رابطه به مسائل خودشناسی، خداشناسی و جهانشناسی یک فکر واحد و متمرکز داشته باشه. اما از نظر عرفانی مکتب توحید که قسمی که از نامش پیداست و فیزینس بنیانگذار او است، بر اساس فلسفه یک تاپرستی استوار بوده و اندیشه های فیزینس به صورت عموم برگرفته از وحی و همچنان مکاشفات روحانی خود جناب علامه سیف فیضانی است که عرفای ما اکثریتش اشعارشان که ما میبینیم که قدر الهام بخش است و بسیار عارفان است. مثلا خود کلمه میستیسیزم از یعنی انسانی که رازدار باشه، رازهای باطن جهان را مطالعه کنه. یه میستیسیزم به عارف به انگلیسی ترجمه میکنن، به فارسی ترجمه میشه که یک عارف یک صوفی را میستیکس میگه، میستیسیزم همو عرفانش میگه. لحاظا به اسرار باطنی جهان عارف مثلت اون نظر میداشته باشه. لحاظا مکاشفات روحانی اونمو اسرار باطن جهان است. ما شما بیشتر در مثلا در آثار عرفا در کتاب مثنوی معنوی مولانا یه بسیار خوب مطالعه کرده میتونید. و فیضانی صاحب هم سلسله مکاشفات معنوی و الهامات ربانی داشته که همه ازیر جنبندی کرده، یعنی ناشی از قرآن از مشان است و سنت نبوی در قالب مکتب توحید به جهان بشریت عرضه کرده. یعنی در بود خودشناسی اگر فکر کنیم فیلسوف ها به دو کتگوری تقسیم میشن. یک طرف فلسفه الهی است، یعنی اونا معتقد هستند که جهان خالق یک آفریدگار داره، و یک تعداد دیگه ایتیست هستند، یعنی ملحد هستند، اونا معتقد نیستند و میگن که جهان به این شکل بوده و حال هم است و همیشه خواهد بود، موارد کدام آفریدگار یا خدای وجود ندارن، یعنی وجود خدا را نفی کردن. اما فلسفه الهی که است، اونا سعی کردن که با دلایل عقلانی، لاجیکال یعنی منطقی و همچنان دلایل تجربی یا امپیریکال آرگومنت وجود خدا را بحث کنند. دلایل دیگه مثلا برهان وجود شناختی است، برهان جهان شناختی است و دیگه زیاد همون یک موضوع را در نظر میگیرن که علت و معلول است، یعنی هر معلول از یک علتی به وجود آمده. تار مثال انسان علت بوده تا یک کمپیوتر ایجاد کرده، کمپیوتر معلول است. بالاخره در نهایت به خاطر کشف خدا یا اثبات وجود خدا، فیلسوف دنبال علت غایی، علت نهایی هست، یعنی میخواه که علت همین سیستم علت معلولی باید به یک جای خاتمه پیدا کنه. چرا؟ از نظر فلسفه تر مثال بعضی ها سوال میکنه وقتی که خدا جهان را آفریده پس خدا را کی آفریده؟
اگر ما بگویم خدا رو خدای دیگه آفریده، باز میگه او خدا رو کی آفریده؟ خب او رو خدای دیگه آفریده. پس اینجا یک سلسله تسلسل خدایی به وجود میاد که عقل انسان رو محکوم میکنه، یعنی نمیپذیره. منطق انسانی، عقل سلیم انسانی رو پذیرفته نمیتونه. لحاظا فیلسوف، بالاخره فیلسوف الهی اینجا معتقد میشه که یک در یک نقطه باید ختم شوه. در اونم نقطه که ختم میشه، اونم خالق آفریدگار هستی است، او را ذات واجب الوجود میمونه. یعنی وجود از او واجبی و لازمی است که تا جهان وجود داشته باشه، بله. انسان وجود داشته باشه. و در پهلوی از این فیلسوف، یعنی در شناخت ذات خدا بحث میکنه، یعنی در اثبات ذات خدا آنجا شما پشت صفاتش نمیگرده که صفات خدا با انسان با جهان هستی چه ارتباط داره، در حالی که موضوع در عرفان و بخشش در مکتب توحید بسیار مطرح است. و به این دلیل فیلسوف نتونسته که یک ارتباط میان انسان و خدا ایجاد کنه. چرا؟ روح انسان از وجود خدا آنچنان است و ایره فیلسوف تا حالا درک نکرده که یک جوهر از خدا آنچنان در وجود ما است که بشنواز نه چون حکایت میکنند و از جدایی ها شکایت میکنند. نه امی روح ماست که از او نیستان اصلی وجود اقدس ذات باری تعالی جدا شده و دائم شکایت داره. فلحاظا وقتی که این ارتباط قائم نشه، ارتباط انسان با خدا، انسان از شناخت خود و از شناخت هویت الهی خود، یعنی دیوین ایدنتیتی خود محروم میمونه. وقتی که از شناخت الهی خود محروم شد، از سعادت خود محروم میشه، سعادت دنیوی و اخرویش. چرا؟ در فلسفه موضوع آخرت اونقدر مطرح نیست و پافشاری سرش صورت نمیگیره، اگرچه بعضی فلسفه مثال ها رو دیگه رابطه دادن. ما به مسائل وارد نیستم، خب بازم تا جای کوشش میکنم که نظریات فایزنی رو به این رابطه مختصر بسازم. جناب فایزنی هم نیست یک عارف و یک فیلسوف، برخلاف دیگه فلسفه غرب و شرق، با استفاده از این دلایل عقلانی که بیشتر ارائه کردیم سعی میکنه که نه تنها ذات باری تعالی را به اثبات برسونه، وجودش وجود، یعنی خدای وجود داره در بکگراند از جهان یا در عین در خدای جهان که تمام هستی مخلوق دست او تعالی است، بلکه با تفکرات خود احسانات و نعمت های خدا جلشون را برای بشریت به شمار میکنه. در مثال شما مثلا در جام اول تفکر میکنید، مطالعه میکنید، میبینید که فزینی سو از این طور اون سر گرفته و امت پایین می تمام اعضای بدن انسان را نعمت های الهی میشماره که او را میگه که نعمت های بسیار پیش پا افتاده است، پیش پا افتاده به خاطر که هنوز انسان متوجه نشد. اینجا این باعث میشه که انسان خالق خود بشناسه. وقتی خالق خود شناخت، مرهون احسان خداوند میشه. وقتی که مرهون احسان خداوند شد، تسلیم اوامر خداوند میشه. وقتی که تسلیم اوامر خداوند شد، خداوند غیر از خوبی دیگه چیزی برای بشریت اراده نداره. یعنی میشه بشر میگه که فاستبقوا بقول خیرات، یعنی مسابقه کنید در نیکویی ها. به لحاظ اینجا نوع اصلاحات به وجود میاد. فایزینی سو مسخدش ای است که بشر خدا را به شکلی که خودش خود معرفی کرده در قانون رزمشون بشناسه و ارتباط میانشون قائم شه. چرا؟ به اساس آیت قرآن از انسان من فخت و فیه من روحی، یعنی وقتی که بدن انسان ما ساختم از روح خود در وجه دمیدم. لحاظ این روح انسان مربوط خدا میشه، یعنی از خداوند است. و فیزنیس برای اثبات وجود خدا هم دلیل عقلانی داره، یعنی مثل دیگر عرفا که پای استدلالیان چوبین بود یا پای عقل در رابطه با اثبات وجود خدا لنگ است، بالای از این چیز نمی کند، توقف نمی کند، بلکه با دلایل عقلانی و بخصوص ساینتیفیک ذات باری تعالی را ثابت می زند. چرا؟ در این اثر ضرورت است، یک ضرورت بسیار حیاتی است. عرفای ماضی رو ما شما می بینیم که در این بود هیچ پافشاری نکردن، اما حضرت الماس فیضانی در تمام آثار خود بخصوص سه جام به تقویت ایمان، سه جام اول، چون کتابش بنام شش جام به تقویت ایمان است، در سه جام اول برای اثبات ذات وجود خداوند جلشون و همچنان حضور خداوند جلشون، یعنی در ذره ذره هستی تر مثال همی گل شما در نظر میکرین. فیزیونی سو یک مثال میده که آیا انسان تفکر کرده که همی برد چگونه خلق شده و یه دیزاین ازی و آشی ها ازی کنگر ها ازی چگونه مثلا دیزاین شده، یه کار چه کسی کرده؟ با
باز میفرماید که کار ذات المصور جل جلاله است، یعنی ذاتی که تصویرگر است، نقاش است، نقاش ازل در جامعه انسانی و در ضمیر انسان بسیار ضروری می‌دارد. و همین است که یک ارتباط که میان انسان و خدا ایجاد شد، چرا انسان خدا در محضر خدا می‌بیند. وقتی که در محضر خدا دید، اما هویت الهی خود را هم می‌شناسد و به سعادت ابدی خود نائل می‌شود. و یک در مثال بعضاً سوال ایجاد میشه که مسلمان که پیرو از این کتاب مقدس قرآن میشون است، چرا مرتکب جرم و جنایت میشه؟ به دلیل از این که موضوع توحید از جهان اسلام کاملا برداشته شده. برداشته شده یک مسلمان دلایل دقیق برای اثبات وجود خدا، برای اثبات حضور خدا جلشان در زندگی هش چیز نداره، دلایل نداره. خلاص نه از خدا میگه فخشنی ولا تخشان خود، یعنی از ما بترسین، از چیز دیگه نترسین. انسان مسلمان نمیترسه از خدا. مثلا ریزن خود تیزاب میزنه یا طفل خود قیمه میکنه، توته توته میکنه، یا انسان دیگه رو مثلا فجی آرام میکشه یا میسوزانه، باز نامش مسلمان است. چرا؟ بخاطر از اینکه شناخت نداره از خدا انجال شنو. اگر شناخت میداشت، همون صفات الرحمن الرحیم خدا انجال شنو، یعنی نهایت مهربان، نهایت بخشنده در ایجاد میشد. تخلق به اخلاق الله که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که شما اخلاق خدایی رو در خود یک اخلاق عمده خدا جلشون رو نهایت مهربان و نهایت بخشاینده است. وقتی که انسان با این صفات مجهز میشه، نهایت بخشاینده و نهایت مهربان میشه. خلاصه حضرت فیضانی صاحب در رابطه با شناخت جهان هستی، خداوند را در آثار خود صانع خطاب میکنه. حضرت صانع جل جلاله، صانع یعنی صنعتگر، و تمام مخلوقات مصنوع خطاب میکنه. اصطلاحات مترادف است و میفرماید که تمام این مصنوعات در انسان آفریده شده. پس انسان برای چی مقصد آفریده شده؟ این چیزی که برخلاف فلاسفه هدف خلقت انسان معرفی میکنه. وقتی که کل جهان برای انسان آفریده شده، ابر باد ما و خورشید فلک در کارن تا تونانی به کف آنی به حفلت نخواهی. علامه فیضانی دو فرمولا رو پیشنهاد میکنه برای بشریت ارتباطش با خدا انجلشون رو قائم شد. یکی مسئله تفکر است و دیگر مسئله ذکر است که بارها در برنامه های اسرار معرفت گفته شده و سر از او نمیپیچیم. و همو ارتباطه که ارتباط روح انسان با خدا انجلشون است، و قول حضرت مولانا اتصال بی تکیف بی قیاس هست رب الناس با جان ناس، یعنی او اتصال کیفیت نداره که ما بگیم که چگونه اتصال وجود داره. روح هست، روح نامری است، فلخواست از وجود ذات باری تعالی است و در وجود ما است، و از این طریق روح وقتی که ما این روح را تصفیه و تزکیه میکنیم، تقویت میکنیم، با خدا جلشون ارتباط میگیره خود بخواد. و از نظر فیضانی صاحب خواهشات انسان تماما فطری است، یعنی چیز خواهش که شما در نظر بگیرید تمام آرزوی انسان فطری است. اما چه چیز باعث میشه که خواهشات که انسان میتره میکشونه به طرف خدا انجلشون و شناختش و اتصالش با او منبع خلقت یا منبع تمام جهان هستی، او را در یک پاراگراف مطرح میکنه که من او را حضورتان قرائت میکنم. در کتاب جام سوم به تقوی ایمان زیر عنوان روح ما و کلید حقایق آن سرا، یعنی روح ما کلید حقایق عالم مابعد طبیعی است، یعنی عالم بالاست. در اوجه میفرماید که هرگاه در برخی اوقات روح بدن را به تاب کرده و او را به دریافت نعمای سرای ابد ملتفت ساخته و فقان ها نموده و انسان را به سوی خداجویی و راستگویی متوجه نماید، باز هم شخص به این خواسته او به خوبی متوجه نمیگردد، علت چیست؟ یعنی روح بار بار میخواهد که انسان به طرف خدا تمایل پیدا کنه، اما بعضی محرکین وایس میشه، بعضی حالات میایه که انسان فراموش میکنه، متوجه از نقطه نمیشه. فیضانی صاحب میره سوال میکنه که علت چیست؟ زیرا وای از اول قوای روحانی خیش را قوت نداده بود، از این رو نفس با استفاده از فرصت به همکاری شیطان او را چون طفل به عوض مساعی به دریافت لذایز نامای جهان باقی به این عالم فانی متوجه کرده و انتها از هر مدرک و هر صورتی که شود میکشد تا وی را به این آن بفریبد. بنابراین مردم سرمایه دار یا مقتدر قسم ناراحت پریشان و دلتنگ ترن نسبت به دیگر مردم ها کرده، زیرا سرهم کردن اموال جهان از وجوه حرام
اخفالگری برای انسان و روحانیت مسلمان باشد. و اینکه گفتیم روح انسان وقتاً فوقتاً به دریافت اسرار و قرب و حضور و نعمای سرای ابد شخص را متوجه می سازد، دلیلش این است که ارواح در اول خلقت حضرت آدم آنجا و آن نعمه را دیده بودند، یعنی نعمای بهشت را دیده بودند. از این رو در جستجوی آن شخص را پریشانی در باطن باشد، ولی شیطان با استفاده از آن او را با خواسته های لازمی نفس مایل می سازد، همین خوردن و نوشیدن و باغ و راغ و قصر و موتر و حساب کتاب چیزا داشته باشد و می اکتفا میکنه. می سازد گویا با آن تقلیب داده به نعمه و لذیذ دنیوی وی را متوجه می نماید. مثلا عوض دریافت حوران و قصور در جنان باقی در جنت ها وی را به زنها و آپارتمان سازی و در این دنیا به دست آوردن باغ ها سرگرم کند، اما این کجا و آن کجا. باز هم آرامی در قلب خود به آنچه از این نعمه اگر به دست آید شخص نمی آورد. یعنی اینجا ارتباط روح با خدا جلوشون قائم شد که او آرامی که بشر به جستجویش و سعادتی که در جستجویش هست حاصل شود. این موضوع در فلسفه مکتب توحید مطرح است، اما در فلسفه جدید و کهن که شما گفتین مطرح نیست. خود فیضانی سر به ملاحظ یک فیلسوف فلسفه مکتبی خود را داره که این مکتب توحید است که فعلا یک تعداد آثارشون در دسترس ماست و اگر مثلا بینندگان از این مطالب چیزی برداشت کرده باشن و سوال پیششون ایجاد شده باشه میتونن به کتاب های فیضانی سر مراجعه کنن و جواب خود بگیرن. خیلی جالب بود. سر تشکر داد کسی بحث های فلسفی جواب فرصت های زیاد هم میکنه چرا بود اگر کاوش شود مطالب زیادی از او بدست میره. واقعا فلسفه یک مکتب است، یک سطحی که در یونیورسیتی ها تدریس میشه، صحبت بالایش بسیار وقت فرصت کافی ضرورت است. تفاوت های خوبی را مطرح کردین، امیدوارستم بیننده گرامی ما استفاده بیشتر برده باشند. مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست، از همین خاک جهان دیگری ساختن است. اسرار معرفت هدف زندگی، اسرار معرفت هدف قرآنی، اسرار معرفت خوشبختی دو جهانی. کله چه انسان له بهشت څخه د مکه خاورین کوری تر آواره او سرگردان شو، نو لګان شمیر مادی، معنوي، اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي او داسې نور اړتیاو سره مخامخ شو و در جستجوی گمشده های فطرت خود تحقیق و تلاش نمود تا گوهرهای گران قیمت خرد و عشق، ایمان و اخلاص، اخلاق و عدالت، شرف و قانون، همزیستی مسالمت آمیز و عروج به ملکوت اعلی را دریابد. لنیک مرغد هاگو طول و چیرن و پلرتن و دلاستراولن و مجموعه در اسرار معرفت در زخناک اخبروانه پو منظم و دیویدیگانو که د پیژندل شوی لوړ متفکر او تک هم بلغ استاد معتصم بالله مذهبی په عارفانه او له شور و زوږ نه ډکو ویناو او خبرو کې له پای نه تر پای پورې ترتیب او ځای په ځای شوی دی. گر ز سر معرفت آگه شوی، لفظ بگذاری و سوی معنا روی. اگر می خواهیم به اصل خیش وصل شویم، اگر می خواهیم جواهر گم شده ی گران قیمت وجود خود را دریابیم، اگر می خواهیم از نابترین اسرار قرآنی و عرفانی مستفیض شویم، لطفاً به نوار دیویدی ها و سیدی های برنامه های همیشه بهار اسرار معرفت دانشمند اندیشمند استاد معتصم بالله مذهبی مراجعه نمایید و از این همه امتیازات بهره مند شوید. برای سفارش خود لطفاً با ما در امریکا با شماره تلفن 847-305-2806، در کانادا 416-305-4311 و در افغانستان با شماره تلفن 700-260-833 تماس بگیرید. برای سهولت بیشتر بینندگان عزیز، امتیاز فری شیپینگ یا ارسال رایگان با نازل‌ترین قیمت‌ها مد نظر گرفته شده است. با حمایت مالی از برنامه خودتان، اسرار معرفت صاحب اجر دارین شوید. اسرار معرفت خوشبختی دو جهانی. با تشکر از جناب محترم دکتر امین و توضیحاتشان در بعد فلسفی مکتب توحید،
میگردیم به سوال سوم. این سوال را مطرح میکنیم با جناب محترم استاد محمد طاهر صابر. جناب استاد صابر، مکتب فکری علامه که در واقع بر خیر و فلاح و بهبود جامعه صحبت های تاب مهم و نهایت مفید داره، دلیل چی است که در 4 دهه اخیر بعد از بزندان رفتن ایشان مردم افغانستان در مجموع و حکومت ها و نظام هایی که پای هم در 4 دهه آمدن نتونستن آنچه لازم است از این مکتب به نفع افغانستان استخراج بکنن و در واقع مثل گنجینه های پنهان هنوز هم در افغانستان آثار مکتب توحید یا آثار جناب علامه فیضانی رحمت الله علیه موجود است؟ دلیل این ناآشنایی یا کم آشنایی بگویم از جامعه را با مکتب توحید در چی میدانین شما؟ تشکر جناب قاضی صاحب، خدمت شما و خدمت میمونه عزیز و بیننده های عزیز برنامه آثار معرفت، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته در رابطه با سوال شما، بسیار سوال جامعه است و به نظر خودم بسیار زیاد حیاتی است، علل خصوص در رابطه با مردم مستضعف و بیچاره افغانستان که در این چند دهه شاهد قربانی های بیشمار از هر نقطه نظر، از نقطه نظر اقتصادی، از نقطه نظر اجتماعی و از نقطه نظر سیاسی، ما قربانی به اصطلاح تجاوزات خارجی و نابسامانی هایی که توهم و پدیده تجاوز خارجی است، حتی در بین خود افغان ها مشکلات پی هم ایجاد شده و به اصطلاح مو مطل خاصه که به اصطلاح میگن که آب خط کن و ماهی بگیرین، همی زمینه را در افغانستان ایجاد کردن در چند دهه اخیر که شرایط به اصطلاح پژوهش و مطالعه را و متوجه شدن به حقایق و هستی مادی و معنوی مملکت خود، ما شما که در این مملکت ما چیز ذخایر معنوی و چیز ذخایر مادی البته داریم که با تأسف از نقطه نظر مادی اگر ما نداریم وسایل و اسباب ای را که اون ذخایر را استخراج کنیم و از نقطه نظر اقتصادی ما مملکت بسیار زیاد غنی هستیم، در صورتی که همون منابع طبیعی به دسترس ما قرار بگیر، نسبت نبود ماشین آلات و به اصطلاح دانش در این رابطه ما از اون نقطه نظر محروم ماندیم، اما بیگانه ها با در نظر داشت امو اندوخته ها و امو به اصطلاح ذخایر مادی مملکت ما و شما به اصطلاح چشم به این ملت دوختن و همیشه ما و شما شاهد تجاوزات به اصطلاح بی‌رحمانه از این ابرقدرت ها در طول تاریخ بودیم. در رابطه با مکتب علامه صاحب فیضانی که ارمغان آزادی و محبت و دوستی و برادری و برابری واقعی را علی خصوص در جامعه افغانی ما شما که از طبقات مختلف تشکیل شده و طبعا در هر ملت که ما شما میبینیم وقتی که طبقات مختلف اقوام مختلف میباشن نظم و نسق را در او نقاط به اصطلاح قائم کردن یک زعامت بسیار زیاد سالم میخواهد و یک شخصیت خبیر را که او هیچ نوع تبعیض نژادی و لسانی و به اصطلاح منطقی و اینا نداشته باشه و طبعا او شخصیت برخوردار از یک نوع روح عالی انسانی باشه، وجدان بسیار زیاد بیدار داشته باشه که اصلا این چیزا او را مانع از این نشه که بر مملکت خود و بر ملت خود مصدر خدمت شوند. بعض اوقات ما شما میبینیم بسیار کسات در بسیار جاها مصدر خدمت میشن، میخواین یک کار خیر بکنن اما ساحه دیدشان بسیار زیاد محدود است، میخواین با ساحه یک ولسوالی و یک ولایت و بالاخره به سطح یک مملکت خود میاندازن. اما تا جایی که ما شما مکتب علامه صاحب بزرگوار را مطالعه میکنیم، علامه صاحب بزرگوار دید جهانی داره. یکی خو مشکلی است که مستقیما هموطنای ما و شما از طریق مطالعه آثار ما صاحب بزرگوار که او حقایق درک کنن و متوجه شن که واقعا این شخصیت به خاطر
بهبود و رفاه و آزادی و بسلا ترقی و تعالیم شما کار کرده و کار میکنه و زحمت کشیده، از او متاسفانه در قدم آن نسبت مشکل بیسوادی و کمسوادی معذور هستن. و ثانیان در بخش دیگه که دیگه افراد جامعه در هر مملکتی که ما شما میبینیم علما به اصطلاح از سرمایه سرشار برخوردار نیستن، بلکه سرمایه دارای به اصطلاح مؤمن و مخلصی که در او مملکت است و اونا واقعا درک کنن ضرورت امی شخصیت های ملی را که واقعا اینا به درد جامعه میخورن و جامعه را از امی حالت بحرانی و فسادی که از هر نقطه نظر افغانستان در حالت هلاکت قرار داره تمام داشته های خود را از دست داده، این شخصیت هایی که میتونه این جامعه را از این حالت فلاکت بارش بکشه واقعا شخصیت های ملی و روحانی است که اونا از نقطه نظر سیاسی و اقتصادی تمام مشکلات و معضلات را درک کرده باشه و راه بیرون رفته از این معضلات با خود داشته باشه و اون نسخه ها را در جامعه عملی بکنه. طبعا در قدم دوم این نیاز به نشرات بسیار زیاد داره، کمک به اصطلاح سرمایه دارایی که واقعا در این را از دل جان کمک بکنن، و ثانیا کسایی که در رأس امور است سیاست مدارای ما شما که متاسفانه به شکل از اشکال اونا هم چون از بطن جامعه همون قسم که توقع میرفت به اصطلاح نفوس از اونا از طریق مردم به اصطلاح تعیین نشده یا به اصطلاح اونا از بطن جامعه بروز نکردن، بنان به شکل از اشکال از طرف بیگانه ها به اصطلاح به شکل از اشکال جاگزین شدن و گماشته شدن، اونا هم اکثریتشان البته یک تعداد محدودی که این نکات درک میکنن و حس وطن دوستی و به اصطلاح حس حقگویی دارن اونا محدود هستن متاسفانه. دیگه در این رابطه هم از نقطه نظر سیاسی هم قدرتمندا یا دولتمردای ما در این رابطه در قدم اول خودشان توجه کافی نکردن که این حقایق را درک بکنن در رابطه با شخصیت مناسب سرمایه گذاری بکنن و این شخصیت را درک بکنن، و دو ثانیان مواد را یا نسخه هایی را که به خاطر نجات ملت ما شما از این شرایط نابسامانی که ما شما در او بسر میبریم به خاطر نجات از او به اصطلاح خودشان کدام کار را در پیش نگرفتن، کار درست به اصطلاح بنیادی را که واقعا کمک کرده باشن با این روش علامت بزرگوار. و دیگه اکثریت یعنی در این رابطه ما کمک و همکاری تمام ملت را از همه اقشار به اصطلاح توقع داریم که اونا همه جانبه در قدم اول خودشان درک کنن شخصیت مناسبه که واقعا این شخصیت ملی که نه به شرق و نه به غرب وابسته است و فقط از بطن جامعه و به پشتیبانی مردم برخواستن و در برابر دولت های زمان در برابر دولت شاهی و در برابر دولت جمهوری وقتی که جمهوری البته بیشتر جاهد صاحب اشاره کردن نام نهاد بود به اصطلاح اینا مبارزه کردن و ملت مظلوم بیچاره را که در این نابسامانی ها فعلا به سر میبرند میخواستن پیش از واقع یعنی تداوی بکنن و معالجه بکنن که ما به این مشکلات باید نمی رسیدیم، اما متاسفانه حال که رسیدیم ضرورت از این میره که تمام ملت ما و شما دوباره یک بار دیگه به تاریخ خود برگردن و درک کنه که چی شخصیت های واقعا به خاطر نجاتشان به خاطر اخوت و برادری و برابری نسخه های ناب را داره که این ملت از این مشکلات نجات بیافه. تشکر از جواب شما جناب استاد. دوباره برمیگردیم با شما سوال دیگه هم خواهیم داشت. دوستان گرامی و عزیز با استفاده از محدودیت وقت کوشش میکنیم به اختصار جواب ها توجه داشته باشیم تا بتونیم بیشتر مطالب را در وقت کم خدمت شما ارائه بکنیم. در این قسمت برمیگردیم باز هم به جناب انجینیر صاحب جاهد و سوال خود را از ایشان میپرسیم. جناب محترم انجینیر صاحب، خیلی موضوعات جالب تاریخی را شما در قسمت اول مطرح کردین. مرا جوابای شما شفته ساخت، علاقمند ساخت تا بپرسم که نحوه مبارزه جناب علامه فیضانی رحمت الله علیه در او زمان چه نوع بود؟ چه تفاوت با سایر مکاتب و احزاب سیاسی که در او زمان فعال بودن البته
چه تفاوتی در شیوه مبارزه جناب علامه صاحب بود که شما را و سایر جوانای با درک و زمان را به خود علاقمند ساختن؟ اگر چشم دیدتان او صحنه را قصه کنید. بیا هم مننه. دغه ډیر مهم او جالب سوال ده. زه باید د دې لپاره ویم چې هغه وخت کې زه خپله یو ځوان وم، تقریبا په دولسم سن کې، هلته د ځوانانو د نهضت مشري ما په غاړه لرله په پکتیکا ولایت کې په ګردیز عبدالحی لیسه کې، او په سلهاو خلک ځوانان په یوه څو جملو سره هلته له موږ سره به مظاهره به هم کوله او خبرې به هم کولې، صحبت به هم کو. خو دا له موږ سره مبارزه کول او قدرت نیول ډېر یو ساده خبره وه، چې دا ډېر ساده کار و. ټول ملت مسلمان ده او په یو څو جملو رایوجای کېده، او موږ په خپله جریان کې ټول مکتبي خلک وو، تعلیمین وو، بل طبقي وجود نه درلود. همدغسې دغه نهضت د مسلمانان چې په کابل کې وو، روشن بکران په هغه په همدې شیو باندې استوار، او دې ته په فکر کې و چې باید قدرت ونیسي، او دا قدرت والو کې د هرې لارې نه وي، او که قدرت نیول چې ونیول سي موږ کامیاب یو، موافق وي، اسلام تحکم پیدا کوي. مګر د لکه چې د قرآن عظیم شان یا اسلامي مکتبونه او عرفاني مکتبونه دا یو تفاوت لري د دغو سیاسي مبارزینو سره. هغه بیا دا وایي چې د دې تر څنګ چې باید ټول ملت ته دعوت ورکړل سي د دین په لاره کې، خلکو ته آګاهي ورکړل سي، مخکې له دې نه باید هغه شخصیتونه چې په راس او په قدر کې د دې کې قرار لري، هغه باید سلیم ملي او مسلمان شخصیتونه وي له یوه طرفه، او له بله طرفه که فکر وکړو په ټولو نهضتو کې چې په افغانستان کې ول، تقریبا سیاسی خلک او روشنفکره خلک مولانا صاحب مګر برخلاف د دې برله وه چې سایمن صاحب د اردو سره ارتباط درلود، له مامورینو سره ارتباط درلود، له روشنفکرانو ځوانانو سره ارتباط درلود، ډېر سخت زیات نفوذ دده په عام ملت کې و، په توده کې و، حتی له کوچیانو سره. هلته مولانا صاحب مخلصین لرل په مزار شریف کې، هرات کې، قندار کې، د افغانستان پر نقطه کې هغه لکه یو ملي رهبر داسې وله چې هغه د ځان لپاره کټګوري لره، د عوامو لپاره همدغسې ډول خلک، د روشنفکرانو لپاره همدغسې ډول خلک. دا د مولانا صاحب مبارک شیوه وله چې له هرې طبقې، له علماوو سره ډېر زیات نفوذ درلود، له علماوو سره کله چې یو کېدو د هغو په شیوه باندې، له روشنفکرانو سره کله چې یوځای کېدو د روشنفکرانو شیوه یا په سویه باندې، همدغسې له عوامو خلکو سره کله چې یوځای کېدو د هغو په سویه. زه خپله تر کومه جای شاید یم کتابخانه کې چې دوی به صحبت کوو، د هرې طبقې خلک به راتلو، عوام خلک راتلو، روشنفکران راتلو، مثال دولتي مامورین راتلو، همدغسې نور خلک د مولانا صاحب سره هر قشر ارتباط درلود، او د مولانا صاحب د شیوه د مبارزې لکه چې د خپلو اثارو کې پیدا ده، هغه دغه لیکلي چې قدرت نیول اسانه کار ده، مګر د قدرت ساتل دغه مهمه مسله، او قدرت نه سالمه استفاده کول دغه اساسي ټکی ده. نو ده په د خپلو ټولو اثارو کې او په خپلو صحبتونو کې هم په دې باندې زیات تاکید کوو چې مخکې له دې یو سړی بل چاته دعوت ورکوي یا تبلیغ وکوي یا مثال د قدرت هڅه وکوي، اول باید یو تعداد ډیر سالم قدر ولري د رهبری لپاره، د هغه قدر په بنا باندې بیا دوی که قدرت ته رسیږي چې هغه قدر خدای نخواسته په جای د دې چې ملت ته خدمت وکوي، د خپلو شخصي او نفسي اغراضو تر تاثیر لاندې رسي، او نهضت هم بدنامه کړي، ملت او مسلمانانو په ضرر باندې تمام شي، او متاسفانه لکه چې موږ او تاسې اوس د دې شاهد یو. که هم دغه مطلب درک په اوله قدمه کې ډېر دروند و، سخت و، د دې درک کول سړی فکر کوي چې ټول مسلمان خلک دي، مګر مولانا صاحب چې په خپلو اثارو کې لکه مولانا ایرون غوندې، لکه اقبال غوندې، هغه د انسان نه یو شناخت لري، انسان تحلیل او تجزیه کوي، یا چې په انسانانو کې هم نیک نشرات لازم سره لري، هم بد،
په ذات او فطرت انسانانو کې همدغسې ده چې کله یو نیک مسیج موج ورته راځي په نامه د الهامات ملکي، کله شیاطینو یا بد سرش په سرش د انسان کې جبهچوي او شر و شرارت وسوسه ورته راځي. نو تر څو چې کاملا انسان تصفیه نشي او پاک نشي، او دغه لکه چې د قرآن عظیم شان د آیات متن هم ده، بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها، چې تر څو تاسې ځان تسکیه نکړئ او دغه د موج د بدي په ځان کې نابود نکړئ، تر هغه وخته پورې تاسې نجات نشئ پیدا کولی. نو د حضرت مولانا صاحب اعظم د شیوه د دعوت برلی وه چې ټول ملت ته عوامو خلکو ته د علماو په منځ کې، علما بیا په بل شکل باندې مبارزې ته هڅول او اصلاحاتو ته هڅول چې باید ظاهر په نظام کې اصلاحات راولي، او دغه کمونستانو چې پیشتازي وکړله مخکې له دې نه د کمونستانو یې مخه نیولی د خپلو اثارو په خپرولو کې، لکه جامع تلسکوپ قرآن کې دغه مسایل دوی په ډېر ښه شکل باندې ارزیابي کړي دي. نو دوی همدغه همجانبه مبارزه کول، خو اساسي دوی د مبارزې اصول په دې باندې تکیه درلود چې هغه کسان چې په اوله خط کې یا په اوله لیکه د رهبري کې قرار درلود، هغه باید کاملا تربیه سوي او جوړ سوي کسان وي چې له هره پلوه دوی د ملت په وړاندې باندې یو مسؤلیت ولري، احساس د مسؤلیت وکړي، او نه تنها احساس د مسؤلیت وکړي بلکې ځاني او مالي خدمات وکړي. لکه چې مولانا صاحب معظم په داسې کټګوري کې چې انسان اصلا ذاتن په دې دنیا کې چې پیدا شوی ده د امتحان لپاره پیدا ده، امتحان. نو په دې رابطه کې وایي په انسان باندې مختلف حالتونه مثال راځي، کله غم کله خوشحالي راځي، کله قدرت لري کله بې قدرته، کله پیسې کله مثال غریبي راځي. مګر ښه انسان هغه څوک دی چې د خپل ځان د ارامي لپاره ته نورو ته ضرر ونه رسوي. په اوله قدمه کې باید دا مکتب داسې خلک ولري، په دوهمه قدمه کې بهتر له دې نه وایي هغه کټګوري خلک دي چې له خپل ثروت نه له علم نه لمال نه د نورو خلکو د ازادي لپاره معاصره یوه نیکه استفاده وکړي. خو درېیم کټګوري هغه خلک دي چې هغه په ټول توان سره هغه د کامل ایمان په قوت سره چې د خدای پاک وجود باندې دوی لري، خپل ټول امکانات سیاسي او اجتماعي مالي دا باید جامعې په خدمت کې ورکړي، حتی تر خپل توانه اضافه تر کار وکړي، ځکه چې دوی په دې ټکي باندې دا ټکی درکړي چې اسلامي جامعه ډېره بیرته پاتې ده. نو په همدې بنا باندې مولانا صاحب معظم غوښتل چې د دې د رهبري اول کسان باید همدغه ډول کسان وي چې هغه خپل ټول سیاسي او اجتماعي امکانات د دې مظلوم ملت د نجات لپاره، د عالم اسلام، حتی د اولاد بشر د هدایت لپاره د هغو په واک کې ورکړي. بنا پر دې باندې مولانا صاحب داسې و لکه غوښتل چې یو مکتب ولري، یو سنفي، لکه چې ډاکټر صاحب مخکې دې ته اشاره وکول، د یو نصاب شکل خپل مکتب باندې جوړ کړی ده چې باید د ده پیروان ابتدایي ښوونځی، متوسطه ښوونځی، د اسلام ابتدایي اول د شریعت نه کاملا معلومات ولري، په دومه قدمه کې انسان شناسي او خدای شناسي له دې نه برخه ولري، له دې نه هم شناخت، په درېیمه قدمه کې د تسپی او د تسکی مسله چې په اسلامي عرفان کې هغه یو اصل ده، باید خپل ځان یې پاک کړی، تسکیه کړی او د پلاو رسکاري مقام ته ورسیږي. بعد له هغه نه دغه ډول کسان کولی شي چې ملت کې یو سلامت انقلاب راولي. نو د دوی تربیه په همدې باندې اتکا درلود چې کاملا څوک چې مبارزه کوي باید خپل اسلام نه شناخت ولري، او د دې تر څنګ له خپل ځانه شناخت ولري، خودشناسي، هغه د روح د نفس عوامل په ځان کې تشخیص کړي، د شیطان او د ملک ارکان په ځان کې تشکیل کړي، او د خپل زړه او مغزونه چې هغه د انسان د رهبري ارګان نه دي، له دې نه خبر ولري، خصوصا د زړه، چې په دې رابطه کې مولانا صاحب معظم ډېر زیات اثار لیکلي دي، او دوی د خپلو اثارو په چک کې ویایي، په رابطه ویایي چې دغه مکتب د ټولو یو مکتبونو په څیر نه ده، چې هغه په یو سلسله جملاتو کې غواړي انسانانو دعوت که او د سولې او سلامت او سعادت وعدې ورته ورکړي، بلکې دغه مکتب غواړي چې د روح د فلسفې په وړاندې کولو سره کاملا انسان ته یو بدلون ورکړه،
او دغه ادعا یا دعوه د سلامت چې لزان سره لري دا د روحي تربیې له لارې نه د معنوي ودې له لارې یو افراد ته سلیم افراد تربیه کړه بدلېږ په خدمت اجتماع کې قرار ورکړي. درست دی، تاسو د خبر په اند جای صاحب داسې معلومات لاست راځي چې علامه صاحب یو علمي او مکتبي مبارز و، یعنی د مبارزه په څنګ کې، یعنی جانی او مالی مبارزه ته هلته ولاړ و، د مکتب او فکر خاوند و، یعنی مکتبي مبارز و. صحیح ده؟ بلی، زه خپل شاهدم وسه په مابس کې هلته چې یو سړی دی خپل ټول هغه حواس له لاسه ورکوي، مګر نه ته نه د خپل حواس ورنوکړو، هلته لکه یو معلم غوندې یو تعلیمي پروګرام مرتب کړو د مختلفو رسایلو دا خپله د سړي لپاره شي چې همدغه شخصیت څومره په ځان باندې متکي شخصیت و. اولته دی د خپل آثار چې ترتیبوي د خدای پاک حضور و وجود یا ځان په دومره یو حالت کې ویني چې انیز دی د احساس نه کوي چې دغه قدرتمندان ظالمان سره لدی چې دی بندې کړی ول، چون د خدای پاک حضور و رابطه دومره قوي وله داسې احساس کوي چې دا اوس دی جامعې ته درس ورکوي، دی اوس په منبر باندې ولاړ دی، اوس دی تبلیغ کوي، دی تنویر کوي او دی مبارز ده. دغه آثار یې په داسې بڼه باندې لیکلي او کاملا داسې په پوره اطمینان او باور باندې د اسلام او په مکتب باندې چې درلود دوی خپل آثار هلته ولیکل، هلته یې مبارزه کوله، قلم ورسره و هم یې مبارزه کوله، هم به بیا چې په ورځ د پایوازي کې به هلته ورتلو د هر شر خلک و، بیا هم روشن فکران او هم د هر ځای به چې راتلو مولانا صاحب معظم لکه استاز ناست به و، هلته دغسې سومه په سومه باندې یو له بل سره به همدغه مطالب د خپلو کتابونو به یې یو مسله انتخاب کړې وه، په هغه باندې به بیا صحبت کوو او د موږ او د ټولو ځوانانو او د هغه کسان چې هلته به راغلي و د هغو د تنویر لپاره مولانا صاحب معظم هلې ځلې کولې او په مجموع کې داسې یو اطمینان سړي ته ورکوو چې سړی که په محبس کې هم وي باید مبارز وي او مبارزه له لاسه ورنه کړي، نهایت مسایل مجموع د ټولو مبارزې بیا خدای پاک په لاس کې ده، چون د که مسلمان په خپل اندیشه کې ثابت او صادق وي بیا حتما د خدای پاک ماهیت دغه سره کیږي او هغه یوه ورځ نتیجې ته رسیږي بیا نتیجې نه پیدا پاتې کیږي. نو اوس چې زه ګورم چې هلته په زندان کې تک و تنه او یو تعداد محدود خلک هلته راتلل د ډېر فشار سره او له ډېر تشو لر سره، نن ورځ علامه صاحب مکتب په ټول جهان کې مطرح ده، خصوصا په روشن فکره قشر کې مطرح ده، او زه چې فکر کوم نو په دې اوسنۍ نړۍ کې داسې یو مکتب نشته چې هغه اصلاحي پروګرام له ځان سره ولري، ځکه ټول اسلامي او غیر اسلامي مکتبونه په د څو دهه کې چې ازمایش ول چې کوم خاص تربیې پروګرام یې نه درلود، غیر له دې نه چې د جنګ یا د برخورد همدغه ټکر نه پرته داسې یو جانبیني د اصلاح ورسره نه وه، مګر د مولانا صاحب مکتب ده چې د دومرو تحولاتو تر څنګ بیا هم خپله د اصلاح پروګرام له ځان سره لري او د خپل ملت و د عالم اسلام او د جهان بشریت د اصلاح په برنامه کې کار کوي. جناب محترم ډاکټر صاحب امین، اگر سوالاتو مطرح کنیم که عمق فکری جناب علامه صاحب فیضانی در شناخت انسان به چی گونه یا تا کدام سطح و حدود است، از مطالعاتی که شما دارین چی گونه جواب خواهی داشت برزی؟ با اظهار سپاس از سوالتان جناب قاضی زاده صاحب و همچنان با سلام احترام مجدد خدمت بینندگان عزیز، در جواب سوال شما باید عرض کنم که انسان به صورت عموم انسان ها موجودات متفکری هستند در کره زمین و همیشه اینا یک خواست فطری داشتن که در مورد آفریدگار خود، در مورد جهان و در مورد انسان تفکر کردم و در میان جهان بشریت انسان های بسیار بزرگ و متفکر و اندشمندی بوده که در سه موارد، یعنی در مورد خدا، انسان و جهان تفکر کرده و نظریات خود را ارائه کرده. قسمی که پیشتر من به این موضوع اشاره کردم، جناب علامه صاحب فیضانی
همچنان به نظر ما قرار که آثارشون رو مطالعه کردیم یکی از بزرگترین متفکرین و اندیشمندان جهان بشریت به شمار میاد. یعنی نظریاتش مختص به مردم افغانستان نمیشه. نظریاتش جهان شمول است. چرا انسان را به صورت عموم مورد مطالعه قرار داده و خدا را برای کل جهان بشریت معرفی میکنه و ارتباط خدا انسان و جهان کلش به شکل یک مثلث در آثار خود معرفی میکنه. یعنی سه بخش از یک دیگر جدایی نداره و مثل که بیشتر در بعض مسائل اشاره کردم و اندیشه های انسان شناسانه خود جناب فیضی نیست و بیشتر هم اشاره کردم که برگرفته از وحی الهی است و عین مثل دیگر مکاتب عرفانی عرفای اسلام است، اما به شکل مکتبی یا اسکولاستیک. در بود شناخت معنوی انسان ما شما اگر یک نظر گذرا بر فلسفه جهان غرب بیندازیم که در علوم متداوله جهان جدید و خصوص مثلا سایکولوژی یا روانشناسی، انتروپولوژی یا انسانشناسی و همچنان یک فلسفه مایند ذهنی فلسفه آف مایند اند بادی نظر بیافکنیم، میبینیم که یک شناخت دقیق از انسان برای جهان بشریت عرضه نکرده و حتی نتوانسته که شخصیت انسان را حداقل انسانی بسازه. فلحاظ در این بود ای اندیشه های جهان غرب ناکام است که چگونه انسان را اصلاح کنه و به سلامت بشر بپردازه. به خصوص یک سوال را حضرت فیضانی صاحب نه تنها در کتاب شش جامع تقویمان بلکه در کتاب جواهر موجود باز هم مفقود که کتاب خودشناسی است مطرح میکنه که چرا انسان زمان نیکردار زمان بدکردار میشه؟ یعنی سوال است که تمام اندیشمندان باید جواب میدادن و به اصلاح انسان مطابق از می پرداختن، اما این نشد. چنانچه ما همیشه به ظاهر وجود انسان نگاه میکنیم و قیاس میکنیم که چگونه شخصیت است یا نیست، اما بیانگر شخصیت درونی شخصیت انسان جهان درونش است. مثل که حضرت مولانا جسم انسان را به کوزه تشبیه میکنه. حضرت مولانا بلخی میگه جسم ها چون کوزه های بسته سر، تا که در هر کوزه چه باشد آن نگر. یعنی جسم ها مثل کوزه های سر بسته است که در درون از کوزه ها چی است او را باید متوجه باشیم. کوزه آن تن پر از آب حیات، یک کوزه تن در داخلش آب حیات است، یعنی چیز خوبی ها که هست اونجا است، و کوزه این تن پر از زهر ممات، یه کوزه تن دیگر زهر کشنده است، یعنی تمام افکار اندیشه هایی است که بر بشریت مضر است. اگر به مظروفش نظر داری شهی، مظروف یعنی چیز از ضمیر مفعولی است، منظورش در داخل این ظرف چیزی که هست، یعنی چیزی که در داخل ظرف، چیزی که در باطن انسان است، از جمله اندیشه ها و افکار که در درون انسان است، این بسیار مهم است. اگر به او نظر داری شهی، ور به ظرفش بنگری تو گمراهی، و اگر به ظرفش یعنی کوزه تن تو نظر میکنی تو گمراه هستی. از این طریق انسان ما نمیشناسیم و در شناخت جواهری که در از نظر فیضانی صاحب در وجود انسان موجود است و انسان از او بخبر است. حضرت مولانا هم یک شعر داره میگه که دست و پا در خواب بینی و ائتلاف، آن حقیقت دان مدانش از گزاف. همین که در خواب میبینی که میگردی و دست داری پای داری چشم داری میخوری مینوشی میگو حقیقت است، او را غلط فکر نکو. آن تویی که بی بدن داری بدن، او تو هستی که بدون از جسم یک بدن دیگه داری در درونت. پس ما ترس از جسم جان بیرون شدن، یعنی او که مرگ فرا میرسه جسم جان جدا میشه از او نترس. میگه فلحاظا در اینجا حضرت فیضانی صاحب در آغاز جامع اول به تقوی ایمان در کتاب خود و رساله خود میپردازه به تعریف و همچنان مشخصات خود ای جواهر. یکی جواهر اولی روح است، دوم نفس است، سوم ملک یا فرشته است که در قلب انسان است، شیطان است که اکثر دانشمندان ساینس یا مثلا فلاسفه و متفکرین روشن فکر ها معتقد به وجود شیطان نیستند، فکر نمیکنند که تو یک موجودی در درون ما باشد و یا ای شیطان را فیضانی صاحب همکار نفس یا محرک شر می‌داره، محرک بدی، یعنی تحریک کننده بدی از در انسان. خلاصه قلب چی نقش داره و مغز غذاهای روح نفسی است یا کلش علیحدہ علیحدہ.
در قسمت روح، ماهیت روح یعنی چیستی روح و کمالات روح، مدارک تغذیه و تقویت و نقش تقویت روح در اصلاح شخصیت و سلامت بشر از رضایل اخلاقی. دیگه شناخت نفس و ماهیت نفس است و همچنان کمالات نفس در وجود انسان. روح چه کمالات داره، به ترتیب نفس چه کمالاتی داره و چه درد ما میخوره و خود تغذیه و تقویت نفس یا تزکیه نفس در اصلاح و فساد شخصیت انسان چی است. دیگه شناخت ملک است یا فرشته اندرونی است که او را نیروی وجدان ما شما از چیز میفهمی از کمی دانش گویی ملک آورنده الهامات خیر است که خدا جل شانو میفرماید که فالهمها فجورها و تقواها، یعنی ما القا میکنیم در باطن انسان نیکی ها و بدی هایش را. وسیلهش وسیله خیر، القاعات خیر چیز است، ملک است که فیض نیست در کتاب خود معرفی میکنم. و دیگه شناخت و همچنان اهمیت خودش شناخت ملک در شکل دهی شخصیت انسان، یعنی ما هر قدر الهامات ملکی رو بیشتر بگیم اما قدر شخصیت ما انسانی تر شده میره. و شناخت شیطان است که محرک شر معرفی کرده و در ضمیر هر انسان یک شیطان وجود داره، این آورنده وسواس است که یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس، و همکار نفس است و نفس یگانه آخذه یا ریسیوار وسواس شیطان است. و چیز نقش شیطان در آلوده نبودن شخصیت و همچنان تنزل و تکامل شخصیت معنوی و اخلاقی انسان. چرا؟ اگر شیطان من حیث یک گریف در سر رای ما نباشه، شخصیت ما تکامل نمیکنه. تمام سدود را که شیطان مثلا ایجاد میکنه، انسان میتونه اون سدود را برداره و جلو بره و شخصیت خود را تکامل ببخشه. و شناخت قلب است. قلب از نظر طبابت یک وظیفه، یک ماشین پمپ کننده خون است و بس. اما از نظر قرآن عظیمشان و عرفای ما که گفتیم اندیشه‌هایشون برگرفته از قرآن عظیمشان است، قلب محل کارگردانی همین نیروهای متضاد روح و نفس و ملک و شیطان است. یعنی در قلب است که اینجا گاهی روح عمل میکنه، گاهی نفس عمل میکنه، گاهی شیطان عمل میکنه، گاهی هم چیز ملک عمل میکنه. و مغز و نقش خود مغز در تشکیل شخصیت انسان، مثل که ما وجود انسان رو به کامپیوتر تشبیه کنیم، فایده نیست. وجود انسان رو به کامپیوتر تشبیه میکنه که کامپیوتر از خود کیبورد داره. قلب مثل کیبورد باشه و مغز مثل میموری کامپیوتر باشه. آن چرا که ما از طریق کیبورد مثلا در کامپیوتر داخل میکنیم، سیو میکنیم، به این ترتیب اندیشه ها و تفکرات، عادت ها یا مثلا هر نوع اعمال را که ما شما فکر کنیم، او به شکل اندیشه از طریق قلب میره در مغز انسان و در میموری در حافظه سیف میشه و به می ترتیب شخصیت انسان شکل میگیره. و همچنان مدارک تقویت و پرورش روح و نفس که این هم از جمله جواهرش است. خلاصه شخصیت انسان مجموعی از افکار و اندیشه هاست که ای برادر تو همان اندیشه ای ما بقی خود استخوان و ریشه. یعنی فیزنس کوشش میکنه که انسان از اون کثرت افکار شیطانی نجات بده، یک فکر واحد در پرتو توحید و یک تپرستی برش ایجاد کنه که از تمام تشوشات روحی یا مثلا استرس ها، دپرشن ها یا اختلاطات فکری نجات پیدا کنه. لحاظ شخصیت یک انسانی که در میان هزاران و تفکرات فلسفی متفاوت با یکدیگر، یعنی کثرت افکار شکل میگیره، با چنین شخصیت نمیتونه که یک فکر واحد یا طرز تفکر واحد، یک اندیشه واحد از خدا و انسان و جهان داشته باشه، یا حداقل توانسته باشه که سلامت اخلاقی خود را حفظ کنه. در یک جنبندی یا نتیجه گیری باید بگم که نتیجه و تاثیرات کثرت افکار باعث ایجاد اختلال فکری و شخصیت های غیر نرمال در انسان ها میشه از نظر فیزیک، و با وجود آمدن همچون شخصیت های غیر نرمال در عرصه های مختلف زندگی باعث خطاها و اشتباهات خرد و بزرگ جبران ناپذیر میشه که فیزیک او را ارزیابی کرده که میتواند در زندگی، حتی زندگی میلیون ها انسان را به خطر بیاندازه یا تباه و برباد بسازه، مثل که در تاریخ ما شما مثال هایش بسیار زیاد داره. و علامه صاحب من حیث یک مصلح میفرمایه که در نتیجه عدم تربیت معنوی انسان
انسان های به جامعه عرضه میگرده که در طول تاریخ باعث تباهی میلیون ها انسان شده و از بین رفتن سلامت و آرامش جامعه مختلف گردیده. به این دلیل شناخت انسان و اصلاح او از نظر فیضانی صاحب از یک اهمیت حیاتی برخوردار است. لحاظ از نظر علامه صاحب تا انسان مطابق دساتیر الهی شناخته نشه اصلاح او هم ناممکن است. یعنی ما سعی کنیم که با تعلیمات الهی و عرفای اسلام بپردازیم تا انسان را سلامتش یعنی سلامت معنویش و اخلاقش بازگردانی بود. تشکر. با تشکر از شما جناب دکتر صاحب امین امیدوار هستم در برنامه بعدی هم به این سلسله توضیحات و تشریحات مفیدتان با ما همکار باشین. و در این قسمت که لحظات آخری برنامه هم است سوال اخیر خود را راجع می سازیم به جناب محترم استاد محمد طاهر صابر. محترم استاد، در مکتب اصلاحی جناب علامه فیضانی رحمت الله علیه بر علاوه رهنمونی ها و ارشاداتی که در متون اساسی اسلام یا شریعت قرآن محمدی صلی الله علیه وسلم وجود داره، جناب علامه صاحب بعضی دساتیر و بعضی فرامین را که در جامعه یا کمتر به او توجه شده یا بیخی از ذهن مسلمان ها قسمن منزوی شده دوباره میخواهد در جامعه به اصطلاح منتشر کنه و پخش نشر کنه. اگر این نسخه ها را شما اشاره بکنین که عبارت از کدام نسخه هاست و کدام چیزها را جناب علامه صاحب لازم میبیند تا به صحت و درمان این جامعه در هم و بر هم یا فروریختی خود افغانستان و یا جهان اسلام او مؤثر و ممد واقع شود، اگر لطف کنین به این نسخه ها اشاره بکنین. در رابطه با سوال شما باید بگویم که بر علاوه عبادات و طاعاتی که در جهان اسلام معمول است و ما مسلمان ها با او آشنایی داریم، با تاسف که دو چیز بسیار زیاد عمده که در جهان اسلام و در دین مبارک اسلام بسیار زیاد به او تاکید شده و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در زمان حیاتشان و بعد از اونا دیگه صحابه و عرفا در صدر اسلام به این بسیار زیاد تاکید کرده بود و این محور حیاتی جامعه اسلامی بود و در هر عصر و زمان است. متاسفانه که در عصر ما و شما به این دو نسخه و به این دو رکن کمتر توجه شده که عبارت از ذکر خداوند جلالش نهوست، که خداوند جلالش نهو در رابطه با ذکر می فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا، که عرفا و مفسرین کرام در رابطه می فرمایند که جناب علامه صاحب بزرگوار هم در کتاب دلیل ذاکرین که مطلق به خاطر زنده ساختن امی رکن اساسی اسلام یا به اصطلاح اولین رکن اسلام که عبارت از توحید است اشاره میکنن که خداوند جل شأنه بر هر عبادت و به هر طاعت یک حد و حدود را قائل شده و همچنان بر کسایی که معذور هستند نسبت مشکلات بر اونا رخصت هایی داده. بدون از ذکر و بدون از تفکر که در هیچ وقت و هیچ جا هیچ کس بدون از این که خدای نخواسته دیوانه باشه دیگه معاف نشده و به اصطلاح معذرتش پذیرفته نمیشه. یعنی انسان تا وقتی که به اصطلاح حواسش بر جا هست میتونه که صحبت بکنه، از فریضه ذکر معذور نیست. یعنی ذکر که خداوند جوش میفهمه که این ذکر بسیار زیاد بکنیم و بخصوص صبح و شام. منظور از این است که اینه در هیچ وقت شما نمیتونین که از ادای از این فریضه شانه خالی کنین و یا به اصطلاح خود بگوین که کافی هست. به او خاطر است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در صدر اسلام فرمودن که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یعنی گفتن و به کثرت یاد خداوند جشنو کردن و این کلمه طیبه را به تکرار گفتن سبب از این میشه که تو نجات میافی. نجات انسان از چی میافه؟
ما قسمی که دوستا پیشار اشاره کردن در باطن به اصطلاح دشمنای به نام نفس شیطان داریم که ما شما رو وقتاً فوقتاً در اثر زی که اگر متوجه نباشیم به طرف بیراهه میکشن. دوباره نجات انسان از امی بیراهه و از تصرف نفس شیطان با واسطه کثرت ذکر میشن که انسان معمولاً و همواره به ذکر خداوند جل شأنه مصروف و مشغول باشه. دیگه زمینه از ای که شیطان بتونه انسان را به لغو و غیبت و به امثال هم مصروف و مشغول بسازه، انسان از ای نجات میافه. و ایراد ما شما در هر حالت کرده میتونیم. فرض ما شما ها در راه روان هستیم، در درایو هستیم، در سپورت میکنیم، در هر حالت که شما مد نظر بگیرین شما میتونین که نام خداوند جشنو را بر زبان داشته باشین و به مفهوم از او متوجه شوین. و ما شما اگر چون این برنامه اکتفای زیر نمیکنه که اشاره کنیم، منطق به شکل خراسه اگر ما شما سیرت نبی کریم صلی الله علیه و سلم مطرح کنیم، از صبح وقتی که شما از خواب بیدار میشین تا وقتی که دوباره به خواب میرین در هر لحظه و هر دقیقه اوراد و وظایف را پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم معمول داشتن مبارک خودش و به صحابه و به مسلمان هم ایره تدریس کرده که با تاسف امروز ما به او ناآشنا هستیم. از اون خاطر است که ما غافل شدیم. یعنی در هر لحظه اگر شما در مسجد میرین یا در خانه داخل میشین یا از خانه خارج میشین، در بازار میرین، در هر صحنه یک نوع ذکر، یک نوع عبادت، یک نوع طاعت زمیمه است در رابطه با دین ما شما که ما شما مسئول با او مشغول با او باشیم که ما شما را از توجهات به اصطلاح منفی که شیطان به او طرف ما شما را میکشه ما شما را نجات میدن. و ثانیا تفکر است که بسیار زیاد به این در کلام الله مجید تاکید شده که خداوند جشنو در 2500 آیت با تفکر و تدبر در مصنوعات خود تأکید میکنه که انسان باید به با این نندارتون و به این پدیده های هستی به دقت بنگره که در اونجا خداوند جشنه ما شما مستقیما نمیتونیم خداوند جشنه را به اصطلاح درک بکنیم یا ببینیم. بنان خداوند جشنه کمالات خود را، احسان خود را، دانش خود را، زیبایی خود را، جمال خود را، قدرت خود را، تمام این پدیده ها را که تا انسان متوجه شد در این پدیده های هستی گذاشته. چقدر که انسان در این پدیده های هستی متوجه میشه در حقیقت زیبایی خداوند جشنو، زیبایی لایتناهی خداوند جشنو که به تمام این پدیده های هستی زیبایی داده، کمال دانش را که ما شما در یک پروفسور، در یک انسان میبینیم، در یک نابغه میبینیم، میلیاردها همچون انسان را یا دیگر مخلوقات خدا جشنو از نعمت دانش و کمال بهرمند ساخته، قوت و انرژی را میقسم در هر پدیده و در هر مخلوق که میبینیم ما و شما متوجه منبع و منشأ ازی میشیم که قدرت و کمال و جمال این ای مخلوق از کجا کرد و کی برزی داد. چقدر که انسان در این دقیق میشه اونمو قدر به اصطلاح به عظمت و به کبریایی خداوند جشنو متوجه میشه و انسان از این طریق به اصطلاح ارتباط پیدا میکنه با خداوند جشنو. ما شما میبینیم که معمولا انسان ها با کسی که بسیار زیاد سرمایه دار است، با کسی که بسیار زیاد قدرتمند است، با کسی که بسیار به اصطلاح یک کارهای به اصطلاح یا اصول خارق العاده داره بسیار زیاد اما تو فطرتاً علاقمند میشین که با این دوستی داشته باشیم، با این شناخت داشته باشیم. بنان وقتی که انسان متوجه میشه که منبع و منشأ و خزانه همه زیبایی ها و نیکویی ها و قدرت و جمال و کمال حضرت ذوالجلال و الاکرام است، بنان به مو اصل انسان متوجه میشه که واقعا ما باید با حضرت ذوالجلال و الاکرام از طریق امی پدیده های هستی که خداوند جشنو در اختیار ما گذاشته و ایره وسیله یا به اصطلاح نقل بر ما داده که ما از این طریق بتانم خالق ذوالجلال و الاکرام که صاحب هستی و به اصطلاح مدبر و منظم و انجینیر و کسی که از هیچ، از نیستی، از عدم این جهان هستی را و مرا به وجود آورده با او ارتباط پیدا بکنم که از او طریق ارتباط امو حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم که عرفا می فرمایند که خلاصه و فشرده کلام روانی در روح نفته است که به اصطلاح رحمانیت وسیع حضرت ذوالجلال و الاکرام در این جهان برای عموم مخلوقاتش و رحمت خاصش برای کسایی که بنده های متقی و پرهیزگار است. انسان از او با واسطه امی تفکر و امی شناختی که با خداوند جشنو و ارتباطی که پیدا میکنه از او بهرمند میشه که خداوند جشنو بر ما شما توفیق از زیر نصیب بگردانه که در این رابطه کوشان باشیم. و به شکل مثال ما خدمت شما عرض کنم که
جناب علامه صاحب بزرگوار در کتاب شش جام به تقویت ایمان مثال های بسیار ظریف داده، اما چیزی که بسیار زیاد بر من جالب بود این بود که جناب علامه صاحب بزرگوار می فرمه که ماشین های بسیار ساده و بسیطه که اصلا ما شما متوجه نشدیم به او به اندازه یک دانه ارزن، دانه توت است، دانه به اصطلاح خرما، دانه به اصطلاح سنجد، دانه لوبیا، نخود، هر کدام از این در حقیقت حیثیت ماشین ندارد که ما شما وقتی کیره در زمین غرس میکنیم به اصطلاح این حاصلات و فراورده های را در خدمت ما شما قرار میده و ما شما اگر دقیق شیم به اصطلاح غذای از این ماشین آلات فقط آب و خاک است. چطور اینا میتونند با اینمی استفاده از آب و خاک مواد غذایی بسیار زیاد سالم را که زندگی ما شما مربوط و منوط به او است در خدمت ما شما قرار بده و ما شما را از او مستفید بسازه. در عین زمان اینمی قسم ما انسان ها باید حاصلات وقت ازی که ازی تمام ازی ماشین آلات استفاده میکنیم در واقع ما حاصل ما باید خدمت و به اصطلاح طاعت و بندگی به خاطر اتفاق و اتحاد و برادری و برابری همه جوامع بشری باشد. بسیار زیاد تشکر جناب استاد از معلومات شما در رابطه دو اصل اساسی که جناب علامه تجویز میکنه برای جامعه، برای شفا و برای بهبود جامعه. اشاره کردین به ذکر خداوند متعال و تفکر در مصنوعات و مخلوقات خداوند که دو وسیله سلامت و اصلاح قلب و عادات و ساختار شخصیتی انسان در واقع میشه، موضوعات خیلی مهم بود. تشکر میکنم از شما بینندگان گرامی که تا ایدم با ما بودین. البته موضوعات در قالب سوال کوچک معلوم میشه، اما برای ارائه جواب برای سوال ها طبعا وقت زیاد و فرصت بیشتر ضرورت است. انشاءالله در برنامه های بعدی هم نظر به خواهش شما دوستا و سوال هایی که داشته باشین میشه که با دوستان عزیز همکار برنامه با او سوال ها بپردازیم. باز هم از حضور یک یک شما جناب دکتر صاحب، جناب استاد و جناب انجینیر صاحب تشکری میکنم که در این روز، البته که مصادف است به 28 قوس، یک روز نوین، یک صفحه جدید در مبارزات آزادی خواهی و عدالت و انسانیت رقم خورده با به زندان رفتن جناب حضرت علامه فیضانی رحمت الله علیه. شما اینجا تشریف آوردین و یاد بوده و خاطراتی را از او با ما در میان گذاشتین. خیلی ها تشکر و سپاس. بینندگان و دوستان گرامی، تا برنامه بعد و دیدار بعد، شما را به خداوند یکتا ذات بی نیاز و رحمان و رحیم می سپاریم. اوقات خوش و پرسعادت داشته باشین.